بنام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را نیز با دوستان خود شریک سازید. دوستان عزیز، قابل ذکر است خبری خدمت شما تقدیم شود، نقل شده از فیسبوک رسمی بشیر احمد تنج می باشد و تیب کاری کانال جنرال انفو در این مورد کدام نظری ندارد. بشیر احمد تعین در صفحه رسمی فیسبوکشون این نگاشته است: بنبست ماموریت آقای خلیلزاد. تنها حکومت همشمول به رهبری جلالت ماب دکتر عبدالله میتواند در پروسه صلح امریکا را کمک کند. پروژه صلح که از سوی زلمه خلیلزاد با طالبان پیش برده می شود دچار یک بنبست دشوار است. اشرف غنی که برای اشتراک نمایندگان امریکا در مراسم تحلیفش وعده رهایی 5000 طالب را نموده بود، با بهانه های مختلف از جمله زمانگیر بودن شرایطش برای صلح، داشتن امتیاز ادامه قدرت در ارگ و فشار افکار عامه عقب نشینی کرده است و همچنان یکی از چالش های جدی تعیین هیئت مذاکره کننده است که اشرف غنی می خواهد تنها هیئت از سوی خودش معرفی شود که مانع عمده به راه صلح که زلمه خلیلزاد ترسیم کرده از گذاشته است. طالبان بارها مطرح کردند که با اداره کابل به رهبری محمد اشرف غنی حاضر به مذاکره نیستند. حکومت همشمول با احزاب مطرح کشور هم هیئت فراگیر و قابل قبول برای طرفین و طرح جامع برای صلح پیشکش نموده می تواند. این در حالی است مجلس نمایندگان خواهان پایان بنبست سیاسی ارگ و سپیدار همچنان به گفتگو تاکید دارند. روزنامه اشت صبح: در شرایطی که افغانستان در وضعیت حساس مبارزه با ویروس کرونا و گفتگوهای صلح با گروه طالبان قرار دارد، خانه ملت خواستار پایان یافتن بنبست سیاسی در کشور است. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که نیاز از یک هیئت 5 نفری به نمایندگی این مجلس با ارگ و سپیدار دیدار کند و تنش‌ها بر سر کرسی ریاست جمهوری را پایان بخشند. ارگ ریاست جمهوری تصریح می کند که تنها یک رئیس جمهور در کشور وجود دارد و نیاز است که نارضایتی ها در سطح مدنی حفظ و با گفتگوها به آن پرداخته شود. سپیدار نیز خواستار رفع بحران از طریق گفتگو و تفاهم در راستای منافع ملی افغانستان است تا رای و اراده واقعی مردم نادیده گرفته نشود. همزمان با رایزنی ها پیرامون تشکیل هیئت دولت برای گفتگوهای بین الافغانی، شمار از اعضای مجلس نمایندگان با ابراز نگرانی از چالش هایی که از انتخابات ششم میزان بجا مانده شرایط کنونی سیاسی را بنبست فرار راه گفتگوها با گروه طالبان می دانند. علی اکبر جمشیدی عضو مجلس نمایندگان در نشست یک شنبه 29 اوت گفت که افغانستان با بحران سیاسی مواجه است و از اعضای مجلس خواست که در حل این بحران کمک کنند. وی افزود که نیاز از هم از سیاستمداران از خودگذری کنند و از هیئت اداری مجلس نمایندگان خواست که هیئت 5 نفره از وکلای تاثیرگذار بالای دو طرف را تشکیل دهند و برای حل این بنبست پادرمیانی کند. وی افزود که بدون حل بنبست سیاسی ایجاد هیئت برای گفتگوهای صلح نیز امکان پذیر نخواهد بود. همزمان با این، طرف‌های درگیر در مسائل سیاسی کشور نیز به گفتگو تاکید دارند. در اعلامیه‌ای که از سوی قصر سپیدار نشر شده آمده است که بحران ناشی از آن چه تقلب در انتخابات خوانده شده، روند صلح را نیز متأثر ساخته و ممکن است اوضاع را بیشتر از این بحرانی کند. با نقل از اعلامیه دکتر عبدالله گفته است که بحران باید از طریق گفتگو تفاهم در راستای منافع ملی کشور و به شکل منطقی حل شود تا مردم در این مورد پاسخ مناسب و پذیرفتنی دریافت کنند و رای و اراده واقعیشان نادیده گرفته نشود. این اعلامیه روز گذشته پس از نشست رهبران سیاسی که عبدالله نیز در آن حضور داشته نشر شده است. ارگ نیز به آنچه بنبست سیاسی خوانده می شود واکنش نشان داده است. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور عامه و استراتژیک روز یک شنبه 25 اوت در نشست مشورت دهی پیرامون کرونا افزود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان یافته و محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده است. وی تصریح کرد که کشور بر اساس قانون اساسی یک رئیس جمهور دارد که با کسب مشروعیت سیاسی، قانونی و بین المللی سوال در این مورد باقی نمی ماند. با این حال آقای عمر در ادامه گفته است که در صورت وجود نارضایتی ها باید در سطح مدنی حفظ شود
وی گفت که امیدواری است به این نارضایتی ها از طریق گفتگوها پرداخته شده و به زودی به آن رسیدگی شود. قصر سپیدار اما در مورد صحبت های مشاور ارشد رئیس جمهور واکنش نشان نداد. نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در 30 دلو سال روان اعلام و بر اساس آن محمد اشرف غنی برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. عبدالله اما این نتایج را نپذیرفت. سرانجام شهروندان افغان در 19 اوت شاهد برگزاری 2 سوگند بودند. آقای عبدالله گفت که نتیجه انتخابات از تقلب به دست آمده و به همین دلیل وی حکومت همشمول را اعلام کرده است. وی در پایان همان روز معاونانش را در قصر صدارت نیز معرفی کرد. این دو تحلیف همزمان در کابل واکنش های گسترده ای را به همراه داشت. امریکا و انگلستان با ایجاد حکومت موازی در کشور مخالفت کرده و گفتند که افغانستان در وضعیت پیش برد روند گفتگوها با طالبان به یک پارچگی نیاز دارد. هرچند آقای غنی روز 3 شنبه هفته گذشته با صدور فرمان ریاست اجرایه را لغو کرد، اما قصر سپیدار با نشر اعلامیه گفت که با ایجاد حکومت همه شمول توسط دکتر عبدالله ریاست اجرایی و ریاست جمهوری محمد اشرف غنی پایان یافته و آنان به زودی رئیس اجرایی حکومت همه شمول و اعضای کابینه را معرفی خواهند کرد. گفتنی است که در حال حاضر دو طرف از عهده‌دار بودن کرسی حکومت صحبت میکنند. سیاسیون اما تاکید دارند که نیاز این تنش‌ها با گفتگو میان دو طرف پایان یابد. قرار است به زودی هیئت تشکیل شده از اعضای دو طرف و سایر سیاسیون با گروه طالبان در چارچوب مذاکرات بین الافغانی روی میز مذاکره بنشینند. همچنان در یک خبر دیگر، احزاب سیاسی برای حل بنبست شورای عالی تصمیم گیری ایجاد شود. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کش و قوس‌های زیاد میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با وجود آمد. تیم ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله نتایج انتخابات را نپذیرفت و همزمان با برگزاری مراسم سوگند از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، او نیز مراسم تحلیل برگزار کرد و خود را رئیس دولت همه شمول خواند. این کش و قوس‌های سیاسی نگرانی شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی را برانگیخته است. آنان میگویند که کشمکش‌های به وجود آمده میان دو تیم به خیر و صلاح مملکت نیست و ممکن است چارچوب نظام جمهوری از هم بپاشد. از این رو این احزاب و جریان‌های سیاسی میگویند که برای حل بحران کنونی باید شورای عالی تصمیم گیری شکل گیرد و میان هر دو نامزد میانجیگری شود. فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که بحران به وجود آمده به دلیل سوء استفاده کمیسیون مستقل انتخابات از صلاحیت‌های وظیفه‌اش است. او توضیح داد در صورت کمیسیون مستقل انتخابات مطابق طرز عمل پیش می‌رفت و نتیجه انتخابات را بر اساس آرای پاک اعلام می‌کرد، بحران کنونی خلق نمی‌شد. او گفت که اکنون نتیجه طور اعلام شده که برای هیچ کس قابل قبول نیست. همچنان آقای اقمل با بیان این که تشکیل دو حکومت پس از اعلام نتایج انتخابات اشتباه است. او گفت هر دو حکومت تشکیل باید نمیشد. حکومت غنی بر اساس جل و تقلب به وجود آمده است و وجود این حکومت مؤثر نیست. حکومت موازی که اعلام شده به خیر مملکت نیست. تجاربی که از این مورد داریم بسیار تلخ است. با این حال سخنگوی حزب اسلامی برای شکستن این بنبست سیاسی پیشنهاد کرد که حکومت فعلی لغو شود و حکومت قبلی که همان حکومت وحدت ملی است ادامه یابد. در کنار این او توضیح داد که یک شورای عالی تصمیم گیری ایجاد شود تا بتواند در مورد مسائل مهم کشور تصمیم بگیرد و با رئیس جمهور همکار باشد. او گفت که در این شورا شخصیت های مهم ملی عضویت داشته باشند. او تأکید کرد که با ایجاد این شورا بحران کنونی کشور حل خواهد شد. آقای اقمل افزود که این پیشنهاد از سوی تمامی جریان‌های سیاسی مورد تایید قرار گرفته و تنها تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی با آن مخالفت کرده. متی الله ابراهیم زی سخنگوی حزب محور مردم افغانستان به رهبری رحمت الله نبیل نیز تایید کرد که برای بیرون رفت از بحران سیاسی به وجود آمده باید یک اجماع سیاسی شکل گیرد. او در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که این اختلاف ها جایگاه حقوقی ندارد
و طرف های دخیل به جای این که روبروی هم قرار گیرند، باید به مشکلات جامعه و مردم بنگرند و بحران را حل کنند. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدیو دیگر، بدرود.